امروز ما در حوزه امنیت غذایی و نیازهایی که این حوزه داره با آقای مهندس فتاح جلسه بسیار خوبی و همکاران ایشون در بنیاد داشتیم. نگاه ما اینه که در حوزه امنیت غذایی بتونیم با کمک نهادهایی که نهادهای انقلابی هستن و فعال هم هستن در حوزه امنیت غذایی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی کشور و تشکل‌ها بتونیم شرایط ایمنی رو در حوزه امنیت غذایی برقرار بکنیم. خب شروع کارمون با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بود و این استمرار هم داره و این اولین جلسه ما بود با نهادهایی که فعال هستن در حوزه کشاورزی. الحمدلله رویکرد بسیار خوبی بنیاد در سالهای اخیر در حوزه کشاورزی و دامپروری داشته، غنای خوبی و عمق خوبی رو در سیاست‌گذاری‌های خودشون دارن. ما روی این موضوعات مشترک با هم صحبت‌هایی رو انجام دادیم. انتظار ما از بنیاد اینه که تو حوزه‌های به عبارت اساسی کشاورزی و دامپروری به خصوص در نهادهای فناورانه که سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر و بیشتری رو می‌خواد و به عبارتی حامی حوزه کشاورزی است، کار بیشتری رو در سیاست‌ها و تصمیمات خودشون داشته باشن. و یکی هم بحث‌هایی است که مثل کشاورزی قراردادی از سیاست‌های محوری وزارتخونه هست، در این حوزه به ما کمک بکنن. و حوزه صنایع تبدیلی و صنایع غذایی که عملاً پشتیبان حوزه کشاورزی خرد و معیشتی ما در بخش‌های مختلف هست، امیدوار هستیم که این نشست‌ها و جلسات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم انشاءالله با حمایت بخش خصوصی و حمایت نهادهایی که در حوزه کشاورزی فعال هستند، انشاءالله هم در بازار رسانی هم در تأمین نیازهای مردم به خصوص در کالاهای اساسی شرایط مطلوبی رو بتونیم انشاءالله استقرار بدیم. طبیعتاً نگاه و تهدید دشمن در حوزه غذا نگاه جدیدی نیست، ولی تمرکز بیشتری در این حوزه صورت گرفته که یکی از نمونه هاش هم همین تحریم مرغ اجداد بود که خب بالاخره کشور با نگاهی که به مرغ آریان داشت از این تحریم عبور کرد و دشمنم مجبور به رفع تحریم شد. و این نشون میده که ما باید در حوزه غذایی با یک اطمینان خاطری پیش بریم که امیدوار هستیم در این دوره با سیاست گذاری که در وزارت خونه هست در این حوزه شرایط مطلوب و پایدار و ایمنی ایجاد بشه.